سلام به هوشینیوزی های عزیز و میلیتاریست های گرامی، به یه برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبانی یوتیوب خوش اومدید. باز هم اومدیم خدمتتون تا به رویدادهای بعد از انفجار اصفهان بپردازیم، چرا که ظاهرا ماجرا عمیق‌تر از اون چیزی بوده که فکرشو میکردیم و هر کسی از هر جایی داره تهدید میکنه و ادعای حمله میکنه، اون از اوکراین که خودش تا خرخره توی موشک و پهپاد گیر افتاده و شروع کرده به تهدید کردن ایران و گفته که پاسخ کمک به روسیه همینه، و از یه طرف دیگه هم رسانه های آمریکایی حتی انگشت اتهام رو میگیرن طرف اسرائیل. واکنش نظامیان ایران اما به اوکراین این بود که اعلام کردن اگه اوکراین از موضع خودش بر نگرده جواب خیلی بدتر از اینها خواهد دید. اما بقیه ماجرا از چه قراره و در ایران چه اتفاقاتی قراره رخ بده؟ با هوشی نیوز تا انتهای این برنامه همراه باشید تا با هم به جواب این سوال بپردازیم. اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. آقای میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس جمهور، بنا به اتفاقاتی که توی شنبه شب توی اصفهان رخ داد، اون شب رو شب انفجاری ایران تعریف کرد و با اشاره به تجهیزات ایرانی که به روسیه میرن گفته که اوکراین به شما هشدار داده بود. در ادامه توییتی که این مقام اوکراینی زده بود، نوشته شده که منطق جنگ بیرحم و کشنده هستش و هم واسه عاملانش و هم واسه همدستان اونها هزینه‌های سنگینی به بار میاره. وحشت توی فدراسیون روسیه، بسیج بی‌پایان نیروها، فند موشکی توی مسکو، سنگرسازی 1000 کیلومتر اون طرفتر، شب انفجاری در ایران در تأسیسات تولید پهپاد و موشک، پالایشگاه‌های نفت و غیره. اوکراین به شما هشدار داده بود. در جواب این جفتک پرونی این مقام اوکراینی، هم نور نیوز که یک رسانه متصل به شورای عالی امنیت ملی ایرانه، نوشته که این توییت زلنسکی رو پذیرش تلویحی مشارکت انتقام‌جویانه این کشور در حادثه شب گذشته در یک مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان دونسته و نوشته که این پیام پذیرش مسئولیتی هستش که میتونه تبعات حقوقی قابل ملاحظه‌ای برای کیف به دنبال داشته باشه. نور نیوز نوشته که این اظهارات نشون دهنده راهبرد مشترک اوکراین و اسرائیل در تهدید امنیت ملی ایران و ضمن تهدید اوکراین اضافه کرده که اگه دولت اوکراین رسما از موضع اعلام شده اعلام براءت نکنه، باید آماده پذیرش مجموعه تبعات این موضع‌گیری غیر مسئولانه باشه. به دنبال اظهارات میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس جمهور اوکراین درباره حمله به تأسیسات نظامی توی اصفهان، رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادن که کاردار اوکراین در تهران هم به وزارت امور خارجه احضار میشه. همچنین کاخ کرملین روز دوشنبه این حمله پهپادی رو محکوم کرد و گفته که در حال تجزیه و تحلیل این اتفاقات. دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه، به خبرنگارا گفته که در هر صورت فقط میشه چنین اقداماتی علیه کشور مستقل رو محکوم کرد. شامگاه 8 بهمن، یکی از تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی توی اصفهان هدف حمله پهپادی قرار گرفت و مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که این حمله تلفات جانی نداشته و آسیب زیادی هم به جا نذاشته. یه روز بعد از اون، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از قول منابع آگاه ایالات متحده گزارش داده که حمله روز 8 بهمن به یک تأسیسات نظامی در اصفهان کار اسرائیل بوده. این اولین بار نیستش که حملات به مراکز نظامی و هسته‌ای ایران به اسرائیل منتسب میشه. همچنین این حمله در شرایطی صورت گرفته که یه هفته قبل از اون هرتزل لویی، رئیس ستاد کل ارتش، به وال استریت جورنال گفته بود که اسرائیل و آمریکا واسه بدترین سناریو آماده میشن. او با اشاره به رزمایش مشترک اخیر آمریکا و اسرائیل گفته که این رزمایش یه پیام روشن به آقای بودولیاک درباره ضرورت مجازات ایران به دلیل کمک تسلیحاتی به روسیه واسه جنگ علیه اوکراین اظهار نظر میکنه. گفتیم اسرائیل، بریم به سراغ وال استریت جورنالی که راست انگشتشو گرفت طرف اسرائیل. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از قول منابع آگاهی ایالات متحده گزارش داده که حمله روز 8 بهمن به یک تأسیسات نظامی در اصفهان کار اسرائیل بوده. این گزارش که روز یکشنبه 9 بهمن منتشر شده، از قول مقامات آمریکایی آگاه از حمله یاد شده. او اضافه میکنه در حالی که اسرائیل و آمریکا در حال بررسی راه‌های جدید برای جلوگیری از بلندپروازی‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی ایران، این حمله در راستای هدف قرار دادن تأسیسات دفاعی ایران انجام شده. وزارت دفاع ایران میگه که این حمله شامگاه 8 بهمن حوالی ساعت 11:30 به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع صورت گرفته و یکی از این پهپادهای مهاجم توسط پدافند هوایی رهگیری شده.
بنا به ادعای این بیانیه، دو فروند دیگه از پهپادهای مهاجم توی تله‌های پدافندی گرفتار و منفجر شده. با این حال وزارت دفاع توی بیانیه خودش گروه یا کشوری رو مسئول این حمله معرفی نکرده. وزیر خارجه ایران هم حمله یاد شده رو بزدلانه خونده و گفته که این حملات به عزم ایران برای توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تأثیری نخواهد داشت. حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم گفته که احتمالاً حمله ایجاد شده کار اسرائیل بوده. عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز یک شنبه مدعی شده که با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از قبل شده بود و از اونجایی که اقدامات مرتبط با پدافند غیر عامل انجام شده بود، عاملان این کار نتونستن به اهداف خودشون برسن و اقدام اونها ارزش نظامی و اطلاعاتی ویژه‌ای نداره. به رغم اظهارات مقامات ایرانی درباره برخورد پهپادها به سقف تأسیسات و ایجاد صدمه‌های جزئی، روزنامه جروزلم پست اسرائیل به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داده که این حمله خیلی موفقیت‌آمیز بوده. دولت اسرائیل هنوز به این موضوع واکنش نشون نداده، اما امیخای استی خبرنگار تلویزیون کان اسرائیل از قول مقام آمریکایی که اسمی از اون نبرده گزارش داده که ارتش آمریکا هیچ حمله‌ای در ایران انجام نداده. در این بین روزنامه نیویورک تایمز میگه که با توجه به برد کوتاه پهپادهای 4 روتوری موسوم به کواد کوپتر مهاجم به تأسیسات ایران، گمون میره که حمله از خاک خود ایران سازماندهی شده و پهپادها از داخل مرزهای کشور بلند شده باشه. این اولین حمله منسوب به اسرائیل در داخل ایران بعد از روی کار اومدن دولت دست راستی به رهبری بنیامین نتانیاهو هستش. وال استریت جورنال می نویسه که اسرائیل پیشتر در دولت قبلی او در فاصله سالهای 2009 تا 2021 چندین عملیات توی خاک ایران داشته. این گزارش از قول مقامات آگاه به سفر اعلام نشده ویلیام برونز رئیس CIA به اسرائیل در هفته گذشته برای مذاکره پیرامون ایران اشاره کرده و میگه که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم قراره روز دوشنبه برای ادامه مذاکرات پیرامون موضوع ایران و مسائل منطقه‌ای به اسرائیل سفر بکنه. هفته گذشته هم مانور نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل با حضور 7500 پرسنل ارتش برای آزمایش توانایی‌های هدف قرار دادن سامانه‌های ضد هوایی و سوختگیری جنگنده انجام شد. عناصری که میتونه نشانه آماده شدن اونها برای حمله نظامی به ایران باشه. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.